اصلی ترین چیزی که در بنده در مورد ظهور دریافتم و فهمیدم وظایف منتظرانه. وظیفه یه منتظر آماده نگه داشتن خودشه. وظیفه یه منتظر آماده نگه داشتن جامعه است. وقتی میفرماد افضل الاعمال انتظار الفرج، افضل اعمال یعنی عمله، اکت، کنشه، بیعملی نیست. وظیفه منتظر گناه نکردن. وظیفه کسی که منتظر طلوع خورشیده تو شب تحمل تاریکی نیست. اما در نبود خورشید این نیستش که کثافت جامعه رو بگیره. که ارتباط قلبی با امام زمان پیدا کردن از وظایف منتظرانه. بریم مکیال المکارم رو بخونید. عقلت به تو میگه با عقلت رفتی امامتو پیدا کردی. مگه پیامبر نفرمود در آخر زمان مردمی میان که ایمان میارن به جوهر، به کاغذ؟ من پیامبر رو ندیدن، توی علی رو هم ندیدن، امام هم فی حجاب، امامشون توی حجاب دیده نمیشه. یؤمنون، ایمان میارن به سواد علی بیاض، به سیاهی رو سفیدی، کاغذ رو میخونن. یه عده پیامبر رو دیدن، از شفتین پیامبر، دو لب پیامبر، من کنتم مولا فهذا علی مولا رو شنیدن، قبول نکردن. یک عده 1400 سال بعد کاغذ رو اونو میخونن، ایمان میارن. اینا قابل قیاسن با هم؟ عقلت به تو میگه این، حالا این دلت هم باید بس بشه. عوض امام زمان صدقه بده، عوض حضرت زیارت کن، یه صفحه روزی قرآن بخون، تقدیم کن به حضرت. مگه تو میشه به نیابت از امام زمانت زیارت بری او به عوض تو زیارت نره؟ زیارتی که او به عوض تو میره کجا؟ اون زیارتی که تو میری کجا؟ یک عبارتی در دعای عهد خیلی بنده رو اذیت کرد. اینو چند وقت پیشم گفتم، خب لطف خدا، ما سالهاست دارم دعای عهد رو میخونم، شاید روزی دو سه بارم بخونم. هر بار از خونه صبح که میخونم، هیچ، هر بار از خونه برم بیرون هم میخونم. چی میگه؟ والمصارعين الی فی قضاء حوائج. شما از خدا میخوای مصارع، از کسایی که سرعت، فی قضاء حوائج، یعنی از خدا میخوای جز کسایی باشی که حوائج امام زمان رو برآورده میکنن. سالها من این دعا رو خونده بودم، به این عبارت توجه نکرده بودم. واقعا اون روز که یک لحظه شاید لطف به بنده شد که به این دقت کردم، دیدم چه مظلومیتی امام زمان داره که گیر ماها افتاده، که بزرگترین یقینا حاجت حضرت ظهوره. چرا؟ چون ظلم بر ماها تمام بشه. ببینید چه شده که این قفل کلیدش افتاده دست ماها. این خیلی دردآوره. یعنی یه منی که سر تا پا گناهم، سر تا پا خطا هستم، هیچ چیز قابل دفاعی ندارم، نهایت هستی، پاکی از اهل بیت پیامبر، امام معصوم، من باید او رو حاجت روا کنم. خیلی عجیبه ها. من میشه گیر خودمم. این همه آدم تو دنیا به قرآن ظلم و جور دنیا رو گرفته، والله گرفته، همه سرشون تو آخر دنیاست. به خدا خیلی ارزشمنده امشب اینجایی. نمیدونم کی برای دعا کرد، کی برامون دعا کرده، خودش دعا کرده، کاری نیستیم که. مگه میشه بی دعوت نامه اومده باشیم اینجا؟ حالا قرار حاجت ایشون رو روا کنیم. من امشب روم نمیشه چیز دیگه جز ظهور بخوام. یا اگه بخوام میگم آقا ببخش، آقا واسطه شو، اراده به هم بده، ترک کنم اون گناه های مانع ظهور رو. میدونم این گناه های من مانع ظهور دی. این همه روایت من از در مورد ظهور و مهدویت خوندم، ندیدم یه جا بگه اگه مردم دنیا فلان. همش داره میگه اگه شیعیان ما، اگه شیعیان ما. بابا گره خود مایی، این قفل رو خود ما درست کردیم. خودخواهی نکنیم. اصلا ما میگیم آقا رو میخوایم برای خودمون، نه،
امشب آقا رو بر خودش بخوای. خیلی قشنگتره. بگیم امشب خودتو بر خودت بخوای. یعنی نگاهی به ما کن. میدونم که پاسخ خواهم. انشاءالله.